واحد برنامه ریزی تردد زائران وابسته به بخش حفظ نظم در آستان مقدس حسینی از طرح خود برای تأمین امنیت زائران و عزاداران امام حسین علیه السلام و محافظت از آنها در برابر خطر ویروس کرونا در جریان برگزاری مراسم ازاداری در ماه محرم خبر داد به گزارش شیوه به از الفرات میمون موفق رئیس این واحد در بیانیه ای اعلام کرد بنابر توصیه های مستقیم حجت الاسلام و المسلمین عبدالمهدی کربلایی متولی شرعی آستان مقدس حسینی واحد برنامه ریزی تردد زائران وابسته به بخش حفظ نظم در این آستان مقدس متناسب با اوضاع بهداشتی کشور به سبب شیوع ویروس کرونا و با هدف محافظت از شهروندان در برابر این ویروس و نحوه تعامل با حضور های حسینی و زائران جهت برگزاری مراسم ماه محرم الحرام ترها و برنامه را تدارک دیده است به یعبزود در همین راستا یک کارگروه یک پارچه متشکل از گروهی از کادرهای پزشکی و بهداشتی متخصص در بیماری های واگیردار از طریق هماهنگی با بیمارستان امام زین العابدین علیه السلام تشکیل شده است این گروه در بخش مختلف در راستای اجرای اقدامات بهداشتی فاصل گذاری های اجتماعی و پایبندی به توصیه های پزشکی از طریق استفاده از ماسک و دستکش در طول برگزاری مراسم های ماه محرم الحرام فعالیت خواهد کرد موفق بیان کرد از طریق تهیه ماسک و دستکش برای زائران و دادن مهرهای مخصوص به هر زائر در هنگام ادای نماز در راستای فراهم کردن شرایط بهداشتی برای زائران اقدام خواهد شد و همزمان دستگاه های ضد عفونی مدرن و پیشرفته نیز در ورودی های حرم مطهر حسینی نصب خواهد شد وی خاطر نشان کرد برنامه های نیز برای موکب های حسینی حاضر در مراسم ازاداری امام حسین علیه السلام در هنگام ورود به حرم مطهر تدارک دیده شده و دستگاه ها و دوربین های مدرن و پیشرفته این نصب شده است که دمای بدن انسان را اعلام و به سلامت زائران در هنگام ورود به مرقد شریف کمک می کند. این مقام مسئول در ادامه افزود شماری از کارکنان آستان مقدس حسینی و افراد داوطلبی از داخل آستان نیز برای اجرای این برنامه ها و نحوه برخورد با زائران و ازاداران آموزش داده شدند. آنها به زائران و عزاداران هنگام ادای نماز و زیارت و مراسم عزاداری و هنگام حضور آنها در صحن حسینی توصیه های لازم را ارائه می نمایند. همچنین بروشورها و اعلامیه های حاوی توصیه های بهداشتی مراجع و گروه های بهداشتی نیز در آن مکان مقدس پخش می کنند.